در هفته گذشته دلار به ناگهان با کاهش قیمت مواجه شد. البته در همان زمان هم با نوساناتی همراه بود. تعدادی از مخاطبان بی بی سی از برنامه‌های خبری این شبکه انتقاد کردند که چرا به کاهش نرخ ارز به اندازه افزایش نرخ ارز پرداخته نشده. پیشتر همین سوال رو که علیرضا هم به دیدبان ایمیل کرده بود با امید پارسانژاد از سردبیران اتاق خبر بی بی سی مطرح کردم. پاسخ رو ببینید. در مورد این سوال از چند جنبه به ما انتقاد شده. یکیش اینه که مقایسه کردن موقعی که افزایش پیدا می‌کرد قیمت ارز و پوششی که ما به اون دادیم با موقعی که کاهش پیدا می‌کرد و گفتن اینا شبیه هم نبوده. در این مورد دو تا نکته هست. یکی این که میزان افزایش نرخ ارز در چند هفته‌ای که این اتفاق داشت می‌افتاد قابل مقایسه واقعا نبود با میزانی که بعداً کاهش پیدا کرد. یعنی رشدی که نرخ ارز در ایران کرده بود خیلی بیشتر از اون کاهشی بود که در اون دو سه روز اتفاق افتاد. نکته دوم اینه که بسیاری از منتقدان ما من دیدم در شبکه‌های اجتماعی نوشتن که موقعی که افزایش پیدا می‌کرد بی بی سی لحظه به لحظه گزارش می‌کرد که این دقیق نیست و درست نیست، به دلیل اینکه موقعی هم که افزایش پیدا می‌کرد ما حتماً با فاصله و وقتی فقط مطمئن می‌شدیم از اینکه نرخ ارز به رقم مشخصی رسیده اون رو گزارش می‌کردیم. ابداً به این شکل نبود که ما لحظه به لحظه گزارش کنیم. موقعی هم که کاهش پیدا کرد، روز اولی که کاهش پیدا کرد، وقتی که مطمئن شدیم که روند رو به نزول هست، گزارشمون رو شروع کردیم و در چندین بولتن خبری روز بعدش پوشش دادیم با مصاحبه و گزارش خیلی مفصل. انتقاد دیگه که از ما شده اینه که چرا از اصطلاح نوسان استفاده کردیم موقعی که کاهش پیدا می‌کرد نرخ ارز، در حالی که وقتی افزایش پیدا کرده بود ما از اصطلاح افزایش نرخ استفاده می‌کردیم. اولا این رو به توضیح بدم که این موضوع فقط مربوط به یکی از روز دومیه که نرخ ارز رو به کاهش بود و فقط هم مربوط به تلویزیونه، چون در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما از اصطلاح افزایش نرخ ارز بیشتر استفاده کردیم و از اصطلاح کاهش ببخشید استفاده کردیم، ولی در تلویزیون علت این که همکاران من استفاده از اصطلاح نوسان رو انتخاب کردن این بود که در اون روز به خصوص رقم‌ها بالا پایین می‌شد و هنوز تصویر روشنی ما نداشتیم از اینکه در انتهای روز به کجا خواهد رسید، برای اینکه روز دوم هم بود و هنوز بازار خیلی ملتهب بود. اگر ما تصویر کامل اون روز رو از قبل داشتیم و می‌دونستیم که نهایتاً به کجا می‌رسه حتماً از اصطلاح کاهش نرخ ارز استفاده می کردیم، ولی به دلیل اینکه روز دوم بود و بازار خیلی ملتهب بود و ما نهایتا نمی دونستیم که به کجا منتهی میشه از اصطلاح نوسان استفاده کردیم.